با سلام خدمت دوستان عزیز در این قسمت از کلاس طبق روالی که ما داریم در کلاس کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشگاه هنر که روز روز 11 اردیبهشت 1400 برگزار میشه همونطور که ما قبلا هم گفتیم به موضوعی خواهیم پرداخت به صورت مختصر که اضافه میشه به مباحثی که قبلا شما داشتید و اون بحث فضا زمان هستش یا بس که معمولا بهش میگن تایم سپیس یعنی ترکیبی از دو مفهوم زمان و فضا در به کار پجوش اول نکته رو بگم که ما به اصطلاح بحث فضا زمان رو در چندین جلسه فهم کنم در مورد فضا من پنج جلسه به صورت به اصطلاح فایل های تصویری گذاشتم بر روی کانال تلگرام درسوم و در مورد زمان هم فهم کنم به همین میزان من در اونجا گذاشتم یعنی در مورد در مورد هر کدوم از این دو موضوع دو ساعت و نیم برنامه هست در مجموع پنج ساعت برنامه هست در این مورد که توصیه میکنم کسانی که مایل هستند که تصویری به دست بیارن و شروعی داشته باشن در این زمینه حتما به اون مباحث دقت کنه اینجا بیشتر خلاصه ای است که در اون مباحث گفته میشه تاکید من یکی اینه که شما مفهوم زمان و مکان رو درک بکنید و فضا زمان رو درک بکنید یکی این دو اینکه تفکیک ناپذیری این دو مفهوم رو درک بکنید که چرا این دو مفهوم از هم قابل تفکیک نیستن و جز در شرایط خیلی خاص و استثنایی و سه کاربرد اون رو در پژوهش ببینید که چطور باید انجام بدیم. خب برای اینکه ما از اولین سال شروع کنیم، به این نکته من توجهتون میدم که شاید بیسی سال پیش تا پیش از نظریه هایی که مدرن تر هستند فضا و زمان به صورت تفکیک شده، مورد بحث قرار می گرفت در خیلی از جاها نه همه جا ولی در خیلی از جاها به صورت متفکیک شده در نظر گرفته می شد برای کسانی که فرض کنید در حوزه فلسفه بودن همیشه اینها با هم ارتباط داشتن برای کسانی که حتی در سیستم های برخی از علوم ای و علوم به فیزیکی بودن هم همینطور ولی برای گروه دیگه از حوزه ها مثلا فضا اهمیت بیشتری داشته مثلا همین ادبیات نمایشی کسانی که با مسئله تئاتر سر و کار و در تئاتر خیلی فضا هست که پررنگ میشه و تاکید روی اون انجام میگیره این البته معناش نیستش که در تئاتر فضا وجود زمان وجود نداره یا نباید بهش توجه کرد اما در لایه سطحی که تئاتر رو تشکیل میده بیشتر فضا هست که اهمیت پیدا میکنه در روی که اگر مثلا تئاتر رو با یک هنر نمایشه دیگه ما مقایسه کنیم یا هنر تصویری دیگه مقایسه کنیم که فرض کنید سینما هستش در سینما زمان هست که مهمترین عامل هست یا در موسیقی زمان هست که مهمترین عامل به نسبت اون یکی عامل به دلیل اینکه بر اساس زمان بندی مثلا در تدوین در طول مدت سکانس ها در ارتباط زمانی سکانس و غیره هستش که یک اثر ساخته میشه و ولی در نظریه های جدید فضا و زمان رو با هم ترکیب میکنن و اصطلاحی ساخته شده تایم سپیس یا حالا فضا زمان یا زمان فضا که معمولا از این استفاده میشه و دلیلش چیه؟ دلیلش است که عمدتا امروز روی این نکته تاکید میشه که زمان و فضا رو نمیشه از هم جدا کرد یعنی جدا کردن اینها در واقع یک نوع بیمعنایی ایجاد میکنه که اون بیمعنایی قابل درک درکه نه قابل مدیریت هستش در هیچ کجا نه در هنر نه در معماری نه در اندیشه یا هیچ چیز دیگه با... یعنی چی یعنی اینکه شما نمیتونید هیچ فضایی رو در نظر بگیرید که زمانی نداشته باشه یا نمیتونید هیچ زمانی رو در نظر بگیرید که فضایی نداشته باشه بنابراین اگر ما برسیم به یک اندیشه که بی زمان بشه یا به یک نمایشی که بی زمان بشه یا به یک به صلاح سینمایی که بی زمان بشه در حقیقت این معنای خودش رو از دست میده و همینطور برعکس بی, بی فضایی هم بی زمانی رو از بین میبره این مثل ورود به به یک موقعیت سفید کامل یا سیاه کامله حالا میشه به مثلا مثل ساراماگو گفت مثلا مثل رومان های دو تا رومان معروفش کوری و بینایی سیاهی مطلق یا سفیدی مطلق یا سفیدی که به تبدیل میشه نوعی نابینایی میشه و بینایی رو از بین میبره یاسیایی و غیره ولی به تقدیر این دو قابل تصور نیست خب در اینجا ما چالش هایی رو داریم که از حوزه‌های دیگه میاد مثلا از حوزه الهیات از حوزه فلسفه حتی که میتونن رو بکنند که بعضی از فضاها بعضی از اندیشه ها مطلق هستند و برای بینهایت مطرح شدن همینطور از همین حوزه ها میتونه این بحث مطرح بشه که بعضی از بعضی از زمان ها هم هستند که شامل مثلا فضامندی نمیشن یعنی در یک فضا جای نمیگیرن بلکه همه فضاها رو پوچش میدن و بنابراین چون همه رو پوچش میدن در واقع اونها رو نمیشه در فضایی محدود کرد این نوع چالش ها چالش های از جنس روی کرده اجتماعی و فرهنگی که ما در اینجا در روشمون به کار میبریم نیستن اینها بیشتر از جنس گفتم بهتون یا الهیاتی هستن یا از جنس فلسفی هستند که ما اینجا وارد بحثش نمیشیم اصلا بحث این نیستش که ما قبول داشته باشیم یا قبول نداشته باشیم اصلا منتها بحث ما من نیستش ما در بحث فرهنگی و اجتماعی داریم صحبت میکنیم و در بحث پژوهش هنر طبعا که در اینها ما چنین چیزی نداریم ما نه فضایی بدون زمان داریم نه زمان بدون فضا داریم حتی در مورد زمانهای تخیلی ما یا فضاهای تخیلی مثل زمانی که این سوال فهم میکنم شده بود یک جایی که و یک جلسه رو من به این اختصاص دادم که حالا اون رو پخشم کردم فکر کنم مثلا یک خواب فضا و زمان یک خواب کجاست فضا و زمان یک خواب در درون خود اون خواب هست نه در درون مغز کسی که داره اون خواب رو میبینه یعنی اگر شما خواب ببینید که رفتید مثلا در یک باقی دارید گردش میکنید در یک روز تابستانی یا بهاری در یک صبح زود یا در یک غروب زمان شما میشه همون صبح زود یا غروب و فضای شما میشه همون باغ تفاوت اون زمان و زمان واقعی تفاوت تخیل و واقعیت حالا وقتی که به ادبیات نمایش میرسین شما باید این رو کاملا در نظر بگیریم به ادبیات داستانی ادبیات داستانی بر همین اساسه یعنی اینکه شما وقتی یک داستان رو بررسی میکنید که داره از یک فضای خاصی صحبت میکنه و از یک زمان خاصی صحبت میکنه این درست مثل اینه که وارد یک خواب شدید چون نویسنده‌ای که داره این رو می‌نویسه در حقیقت داره این رو خلق میکنه این فضا و این زمان رو داره خلق میکنه اما این معناش نیست که این فضا و زمان وجود ندارن این معناش این نیستش که این فضا و زمان تقلیل پیدا کنن به کلمات اون نویسنده یا تقلیل پیدا میکنن به سبک اون نویسنده یا تقلیل پیدا میکنن به کار اون نویسنده اینها یک واقعیت وجودی پیدا میکنن و یه مقداری اون بحثی که تحت عنوان مرگ معلف وجود داره این رو نشون میده وقتی ما از یک رمان معروف صحبت میکنیم یا از یک نمایش معروف صحبت میکنیم مثلا شما مثلا بگید مثلا چون نمایش گاو مثلا سایدی که بعد اجرای مختلف داشته و بعد شخصیت های مختلفی رو وارد میدان کرده یک فضای یک روستا رو وارد کرده و غیره خب اینا دیگه یک واقعیت پیدا میکنن این واقعیت ممکنه با واقعیت بیلونی انتباق داشته باشه ممکنه نداشته باشه ممکنه انتباق نسبی داشته باشه ولی همیشه میشه این کار رو کرد و میشه یک امر خیالی رو به یک امر واقعی تبدیل کرد نمونه بارز این قضیه در ادبیات رمان اوران پاموک است موزه معصومیت است که میدون بعد از اینکه اون رمان نوشته شد و با موفقیت بسیار زیادی که روبرو شد بعد از اون موزه معصومیت به استانبول رو ساختن که الان تمام اون اشیایی که در اون کتاب بششاره میشه در اون موزه قرار داده شده یعنی فضای کتاب در حقیقت در واقعیت بازسازی شده و این با توجه به سیستم بازنمایی که در مغز ما انجام میگیره اونقدر که ممکنه تصور بشه با واقعیت تفاوت نداره چرا؟ به این دلیل که حالا ما اینها رو در بحث بعدی که هفته آینده خواهیم داشت که خانش فضا به مسابه متن توضیح خواهم داد به این دلیل که ما واقعیت رو به هر حال به مسابه بازنمایی میبینیم اون چیزی که ما میبینیم در حقیقت اصل اشیا نیست بلکه بازنمایی اشیا یعنی ما در واقع وقتی یک شی مثل یک صندلی رو میبینیم صندلی <applause> که دیده میشه صندلی هست که مغز ما میسازه بر اساس سیستم های تجربی که مغز داره سیستمای های به صلاح گونه شناسی که مغز ایجاد کرده از مفهوم صندلی از مفهوم رنگ از مفهوم شکل و غیره اون صندلی رو در مغز ما بازسازی میکنه و ما میتونیم اون صندلی رو ببینیم خب اینجا این سوال پیش میاد که پس به این ترتیب ممکن ما این ایده رو به وجود بیاریم که تمام فضا زمان ها فضا زمان های مصنوعی هست یعنی چیزی نیست که ما واقعا میبینیم یک مسئله اینه دو این که پس چطوره که همه وقتی به یک چیزی نگاه میکنن لاقل شک نمیکنن شما یک صندلی مثلا آبی ببینید دوستتون در کنارتون هم یک صندلی آبی میبینه اگه ازش بپرسن از شما رو از دو نقطه مختلف و با هم هیچ ارتباطی هم نداشته باشین ازتون سوال کنن در اینجا چی میبینین به احتمال 99 درصد هر دو خواهید گفت یک صندلی آبی میبینید چرا هر دو یک صندلی آبی میبینید در حالی که ما ادعامون اینه که مغز اینها رو ساخته چرا مغز هر دو نفر هر چند نفر و میتونید تعداد شد بده صدها هزار نفر برسونید چرا یک چیز رو میبینن پاسخ این سال پاسخ اولین سال این هستش که واقعیت بازسازی شده در مغز دو مرتبه بر میگرده به واقعیت بیرونی به عبارت دیگه مغزی که مغز اولا واقعیت رو بر اساس خیال نمیسازه جز موارد معدودی بلکه بر اساس تجربه میسازه یعنی تجربه که از شکل ها داره تجربه که از رنگ ها داره و غیره و بر اساس زبان میسازه شناز... می یعنی انتباقی که ایجاد میکنه بین زبان و کلمات و تصاویر و بنابراین یک چیز رو میسازه و به این ترتیب است که وقتی میگیم یعنی یک صندلی آبی من دیدم در حقیقت در اینجا هم زبان دخالت کرده هم, هم تجربه نوری رنگ آبی دخالت کرده هم تجربه شکلی صندلی دخالت کرده و حتی کاربورت های صندلی یعنی وقتی یک فردی صندلی رو میبینه به نوعی مفهوم نشستن رو هم میبینه خب پس بنابراین بر این به واقعیت و این نشون میده که درسته که این مرز یک مرزی است که دائما میتونه مخدوش شه ولی عموما مختوش نمیشه جز در شرایطی که ما دوچار آسیب های مغزی شده باشه ما نتونیم واقعیت رو از بسیار چیزی که در ذهن میگذره تمیز بدیم دومی نکته اینه که من مطرح کردم در مورد به اون چیزی که ما میبینیم که بازنمایی هست پس بنابراین همه چیز خیال میتونه باشه چند چیزی هم نیست به این دلیل که ما خیال خیالین رو به نوعی از واقعیت واقعی میتونیم تشخیص بدیم شما یعنی یک آدم عادی قاعدتا میتونه تفاوت بین یک صندلی خیالین رو ولو کاملا شبیه به یک صندلی واقعی باشه با یک صندلی که در واقعیت وجود داره تشخیص بده اگر کسی نتونه این تشخیص رو بده طبعا یک نوع آسیب روانی خورده ولی شما باید در هر لحظه میدونید چه چیزی واقعیت بیرون از مغز شماست و چه چیزی توی مغز شماست میدونید چه چیزی تصویر اون چیز بیرونی در مغز شماست و چه چیزی توی خود مغز شماست صرفا این بسیار بسیار برای کسانی که در حوزه داستان ادبیات نمایشی تئاتر و غیره کار میکنن اهمیت داره چرا به خصوص در تئاتر به خصوص در ادبیات نمایشی چون ادبیات نمایشی این صحبت رو قبلا هم کردیم در یک محدوده کار میکنه که اون محدوده رو به شما میین، بهش میگیم ما صحنه صحنه دقت داشته باشید با صحنه تئاتر کاملا متفاوته با صحنه فیلم سحنه در صحنه فیلم همه کار میشه برای که صحنه واقعی به نظر بیاد یعنی تا جایی که ممکنه شبیه بشه به اون چیزی که در داستان گفته شده اگر داره یک واقعیت رو بازسازی میکنه شبیه اون بشه تهران رو مثلا وقتی میخوان در دهی بیست نشون بدن سعی کردن یک تهران دیگه بسازن توی اون شهر سینما و غیره و غیره که به شبیه ترین شکل ممکن برسن به اون چیزی که بوده در تئاتر این چنین چیزی نیست در تئاتر همه شما میدونید که بر اساس دکوری انجام میگیره که این دکور عموما نمادین است و این نمادین شدن هم از طریق اشیایی که در صحنه قرار داره اتفاق میفته و تماشاچین رو میپذیره که مثلا یک خط رو به عنوان یک درخت در نظر بگیره یا یک نوار سبز رو به عنوان یک باغ در نظر بگیره یا هر چیز دیگه حالا انواع اقسام شما نمایش ها رو دارید حتی در نمایش های خیلی پرشکوه و خیلی پرهزینه باز هم واقعیت هست که ما باید تخیلمون رو به کار بگیریم تا بپذیریم که اون چیزی که داریم در صحنه میبینیم مثلا روم باستان هست یا ایران باستان هست و غیر وگرنه چنین چیزی برای ما قانع کننده نیست این در مفهوم زمان هم همین هست یعنی زمان هم باید در روی صحنه بازسازی بشه و بخش از این بازسازی فضای زمانی هم به وسیله خود کنشگر انجام میگیره یعنی خود کنشگران توی صحنه که بازیگران هست بازیگران با بازی خودشون در حقیقت فضا و زمان رو به وجود میارن این نکته بسیار مهمیه که باید بهش توجه کنید بازیگر هست که زمان و فضا رو ایجاد میکنه از یک طرف و بعد رابطه ای که بین بازیگر و مخاطب وجود داره هست که زمان و فضا رو ایجاد میکنه حالا وقتی به مسئله پژوهش ما میرسیم دقیقا باید مسیر معکوس رو بریم یعنی بریم به طرف ریشه ببینیم که چطور این اتفاق افتاده ؟ چطور این مسئله اتفاق میافته؟ چطوری فضا و زمان در یک فضا و زمان در فضا و زمانی که به اون فضا و زمان اول ربط نداره بازسازی میشه و قابل دیدن میشه، قابل نمایش دادن میشه، چطور ما میتونیم؟ یک شخصیتی رو که میدونیم این شخصیت خصوص در تئاتر شخصیت که چه کسی هستش دوستیم باش یکی از دوستانمونه که داره یک نقش بازی میکنه چطور نقش او برای ما قابل قبول میشه چطور ما میپذیریم که او از بدن اولیه خودش یا بدن متعارف خودش خارج بشه و وارد یک بدن دیگه بشه که این بدن بدنی است که در نقش داره یا چطور میپذیریم که یک صحنه خالی چارگوش و حالا مستطیل یا بسیار محدود با گذاشتن چند شی درونش تبدیل میشه به یک گوشه یک باغ یا گوشه یک کاخ یا یک اتاق خواب یا یک اتاق نشیمن یا یک حیات یا یک به بیابان یا هر چیز دیگه خب این اتفاق به هم به وسیله کنشگران میفته کنشگران اصلی که بازیگران هستن که خب طبیعتا در اینجا عوامل دیگه نمایش هم موثر هستن کارگردان بسیار موثره و غیره هم عواملی او که نمایش رو ساختن هم عواملی که داستان نمایش رو ساختن یعنی نویسنده که کتاب رو نوشته و غیره و اینجا من به کاری که از دوستانی که گفتن میخوان کار کنن روی اینکه چطور یک متن تبدیل به یک نمایش میشه من تاکید میکنم که دقیقا به همین صورت به این صورت که ما ببینیم چطوری اون متن تغییر باید بکنه تا یک نوع فضا زمانی که خودش بازنمایی چون خودش یک متن از یک واقعیت بیرونی فضای زمانی رو تبدیل کنه به یک فضا زمان دیگه ای که این بار روی سن میگذره و در زمان خاص میگذره فضای مطالعه یک کتاب آزاده یا تا حد زیادی آزاده شما هر موقع میتونید اون کتاب رو از قفسه بیرون بکشید و بخونید ولی هر موقع نمیتونید برید یک نمایش رو ببینید و دیدن یک نمایش نامه زنده یک تجربه زیستی کاملا متفاوته از دیدن یک فیلم نمایش اصلا اینها یک چیز نیست دیدن فیلم نمایش بیشتر مار میبره در یک محیط تصویری در حالی که دیدن یک نمایشنامه زنده ایجاد یک رابطه تئاترال میکنه که از لحاظ فضای زمانی کاملا متفاوت هستش با فضا زمانی که ما در تصویر میبینیم یا در واقعیت می‌بینیم. خب اینا همه نکاتی هستش که شما باید در فضا زمان و آنالیز فضا زمان در نظر بگیرید حالا وقتی ما این رو اضافه کنیم به اینکه تمام این فضا زمان ها یعنی چه فضا زمان واقعی یعنی فرض کنید یک اتفاقی که افتاده در یک جایی که بعد تبدیل میشه به یک داستان بعد تبدیل میشه به یک نمایش اولا خود اون اتفاق دلایلی داشته آنالیزی شما میتونید بکنید چرا یک فضا زمان به وجود میاد یعنی در واقعیت قضیه اون چیزی که ما بهش میگیم رویداد اون چیزی که بهش میگیم واقعه چیزی نیست جز ترکیب میلیاردها موقعیت فضایی و زمانی و حسی البته که اینجا بحث مخاطب مطرح میشه و ولی بعد مسئله رپرزنتیشن این مطرح میشه در ذهن نویسنده که نویسنده این رو بخشش رو از طریق واقعیت بیرونی تجربه شده و بخشش رو بر اساس ذهنیت خودش میسازه و بعد این رو تبدیل میکنه مثلا به یک داستان یک فضا زمان دوم و بعد این میاد و تبدیل میشه به یک نمایشنامه فضا زمان سوم که در اون نمایشنامه کنشگران با بازیشون با لباسهایی که پوشیدن با کارهایی که میکنن با شیوه ی حرف زدنشون و غیره فضا زمان جدید رو میآفرینن و مخاطبینی که دارن این رو میبینن بنابراین شما هر بار که ز... یکی از عوامل رو عوض کنید زمان فضای متفاوتی خواهید داشت دیدن فرض بکنین یک نمایشی مثل مثلا اودیپ شاه به زبان فارسی در مثلا تالار رودکی در سال 1400 بسیار بسیار متفاوته با دیدن همون ادیپ به زبان یونانی در آتن در مثلا سال 1000 مثلا 950 یعنی مثلا 70 سال پیش اینا دو تا تجربه زیستی کاملا متفاوت مخاطبینشون هم متفاوت شدن بنابراین واقعی که داره در اینجا اتفاق میفته دو تا واقع است که در حقیقت دو زمان داره دو مکان داره که اینها یا دو فضا داره و دو زمان داره که اینها به هم پیوند خوردن و البته شما و این آخر نکته است که من باید بگم شما مسئله شما مسئله مسئله پیوند بین این دو هم دارین یعنی پیوند این دو هم باید کاملا کنترل بشه و آنالیز بشه یعنی که چطور فضا با زمان پیوند میخوره چطور اینها به همدیگه رفرنس میدن این هست که جای پژوهش بسیار زیاده و همجهت هستش که هیچ تقریبا میشه گفته اجرایی هیچ اجرای نمایشی با هیچ اجرای نمایشی دیگه یکسان نیست حتی اجراهای نمایشی که یک گروه انجام میده شما مثلا اگر واقعا تیزبین باشید و برید به دیدار یک نمایش از شب آخر تا شب... از شب اول تا شب آخر در سی روز که مثلا نمایش اجرا میشه متوجه میشید که این کاملا بازی اینها در به اصطلاح نمایش های مختلف متفاوته چرا بازی ها متفاوت میشه برای که مخاطبین متفاوت میشن برای که اون آدم ها دیگه اون موقعیت قبلی خودشون رو ندارن بدن اینها فضاهایی هست که در حال تغییر سن در حال تغییر دکور ممکنه اصلا کاملا تغییر کنه کارگردان ممکنه تغییر کنه اناسوری ممکنه به یک نمایش اضافه شن یا کم شن ازش مثل صداها مثل موسیقی نورپردازی ممکنه تغییر کنه شکل دیسپوزیسیون یا قرار گرفتن صحنه میتونه تغییر کنه دیدن مثلا یک نمایش در یک صحنه گرد که در وسط در واقع یک مجموعه قرار گرفته کاملا متفاوت هستش و در فضای باز و روز کاملا متفاوته با دیدن یک به صلاح که شما در یک فضای تاریک میبینید و از راه دور و شما در تاریکی در هست اون در روشنایی هست بار در این مورد مقایسه خیلی خیلی جالبی انجام داده توصیه میکنم حتما بخونین بین تئاتر عروسکی به ژاپن و تئاتر عروسکی به اصطلاح اروپا و اینکه چطور اصلا مفهوم تئاتر که در اروپا و در سیستم غربی به نوعی برای پوشاندن چیزها است برای یک نوع رمزآلود کردنشون است و در این حال یک دروغی که همه باید با هم بپذیرن تا بتونن باورش کنن ما رو متفاوت میکنیم با سیستم تئاتر ژاپنی که در اون همه چیز شفاف و روشنه و بالاخره این سوال که چرا ما چیزها رو به یک شکل میبینیم و یا تصور میکنیم به یک شکل میبینیم این بیشتر یک امر شناختی است و یک امر زبانی است صندلی آبی به این دلیل همه میگن ما یک صندلی آبی میبینیم که ما به طرق مختلف اونها رو تربیت میکنیم و عادت میدیم به اینکه آبی چه رنگی هست و شکل صندلی چی است و اصلا صندلی چی است و به کنترلی که جامعه داره بر روی پهنه معنایی هر جامعه به این دلیل جامعه میشه که پهنه معنایی میسازه به خصوص در رابطه با فضا و زمان چون خود کنشگران اجتماعی هم خودشون فضا زمان هستند که در حال ارتباط با هم هستن دائم در حال میان کنش هستن و اینها نیاز دارن به اینکه اشتراکاتی و پهنهای اشتراکی نسبتا زیادی داشته باشن تا بتونن با هم وارد تماس بشن به همین جهت هستش که شما به من که دو نفری که از دو تا, فر... دو تا فرهنگ اومدن یا از دو تا زبان اومدن و همدیگر رو نمیشناسن فرهنگ همدیگر رو نمیشناسن زبان همدیگر رو نمیشناسن قابلیت های ارتباطشون با هم و قابلیت های کارشون با هم بسیار بسیار محدود میشه و اینها غالبا شکل تقلیل دهنده داره یعنی اینها تقریبا سقوط میکنن یا عقب میرن به دوران کودکی و مثل بچه ها با هم حرف میزنن مثل بچه ها رفتار میکنن و غیره و غیره و غیره این دقیقا به همین نکته مربوط میشه که ما در تحلیل فضا زمان گفتیم در اینجا من بحثم رو تموم کنم و هفته آینده ما در مورد خانش فضا و مصابی متن صحبت خواهیم کرد